درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشته که هفتگی پنجشنبه ها در خدمت شما باشم همراه با مهمانان عزیز و متخصصی که دعوت میکنم در این برنامه من همکاری بکنم، راهنمایی بکنم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمانم سپاسگزارم که منو راهنمایی میکنند و کمک میکنند. قبل از اینکه برم به سالن و مهمان عزیز امروز رو معرفی بکنم، خواستم که سال 2023 رو خدمت هممیهنان عزیزم، قهرمانان تاریخ ایران بهتره بگم، خجسته باد بگم. و این سال فکر میکنم با شواهدی که دارم، با نگاه هایی که در اطراف کردم، چه از داخل ایران و چه در خارج ایران و چه در نظر گرفتن کشورهای مختلف و تحلیل مطالبی که مطرح میکنند، با خوندن مقالات مختلف در گزارش های مختلف، به نظر من سال 2023 پایان عمر جمهوری اسلامی هست. حالا اگر که فرصتی بشه در این برنامه صحبت میکنیم، ولی اگر نبود شما اینو به عنوان پیش درآمد داشته باشین تا برنامه های دیگه اگر نتونستیم راجبش این بار صحبت بکنیم، چون امروز مطالب بسیار مهمی رو داریم و امیدوارم که ما با کوتاهگویی بتونیم که حداقل به اون لب مطلب برسیم. بدون اینکه بخوام وقتی رو تلف بکنم، میریم به سالن و مهمان عزیزمون رو بهشون تبریک سال 2023 رو میگم، خوش آمد میگم. دکتر بابک، میترا بابک رو که معرف حضورتون هست، بارها در این برنامه شرکت کردن، به من افتخار دادن که در این برنامه شرکت بکنن. خوش آمدین دکتر بابک. درود گرم تقدیم خود شما افشین عزیزم، همچنین عزیزان پشت در اتاق فرمان. و واقعا همینطوره، امیدوارم که سال 2023 سال پیروزی ما بشه، که به نظر میاد خوب داره میره جلو. امیدوارم بشه سالی پر از آگاهی، به دور از تعصب، تا ما بتونیم به آزادیمون برسیم. خوشحالم که اولین پنجشنبه است فکر کنم که در کنار شما هستم. بله بله، کاملا، بسیار بسیار خوش آمدین و بازم سپاسگزارم. میدونم که چقدر مشغولیات دارین، چه از نظر حرفه‌ای و از نظر اینکه در رسانه‌های مختلف از جمله در کلاب هاوس چقدر مشغول هستین و چه زمانهایی رو میگذرین. من بعضی موقع فقط میام یک نگاهی میکنم ببینم که تایتل چی هست، اگر علاقه من باشم وارد میشم. بعض موقع میبینم شما که الان لندن هستین، به ساعت لندن مثلا ساعت 2-3-4 صبح و هنوز اونجا دارین صحبت میکنین. دستتون درد نکنه، خسته نباشین. خواهش میکنم. البته در گذشته من بیشتر بودم، الان بیشتر سعی میکنم از یوتیوب گوش کنم یا ریپلیشو گوش کنم، به خاطر اینکه از همون ابتدا وقتی کلاب هاوس شروع شد، جمهوری اسلامی سعی کرد که جبهه تایزش کنه، سعی کرد که مصادرهش بکنه، ارتش سایبریش رو خیلی خرج کرد، خامنه ای حکم جهاد براش داد. یعنی اینا کاملا متوجه شدن که این تریبونی که من بهش میگم امام زمان من، این تریبون چه تریبون مهمیه و برای اولین باری که تو دست هیچ کس نیست و مردم به آزادی میتونن صحبت کنن. و شما میدونین که کلاب هاوس برای من، به نظر من یک دانشگاه است، برای اینکه در هر تخصصی انسان میتونه لاب داشته باشه، اتاق باز بکنه، در هر تخصصی صحبت کنه. و خوشبختانه این به موقع به دست ما رسید، اما متاسفانه براندازان واقعی جدی، خیلی جدی نگرفتن، احزاب به خصوص خیلی جدی نگرفتنش. و همون ابتدا که ارتش سایبری حمله کرد، خیلی رفتن. از براندازان فیک همچنان هستن و پرشور هستن، ولی دستشون رو ما سعی کردیم رو کنیم، خوشبختانه دستشون تقریبا رو شده است برای مردم.
ولی واقعا شما میبینید، میایید بعضی وقتا میبینید که چقدر تریبون مهمیه. الان کمتر به دلیل اینکه تعداد اتاقهای براندازان واقعی کمه. من کجا برم؟ من که تو اتاق اصلاح طلب دیگه نمیرم. من ارزشی نداره که ما بریم اونجا بشینیم یا رو استیج باشیم. در گذشته من میرفتم اتاق اصولگرا، اتاق آخوندان، میرفتم اتاق اصلاح طلب و نواندیشان دینی، حسابی میزدم به قلب و جانشان و یا با تهمت یا با تهدید یا با بیحرمتی و هر حال یا بعضیشون همچنان حرمت. ولی خب اون موقع موقعی بود که ما باید دست اینا رو میکردیم. اما الان دیگه مرحله گذشته، الان وارد مرحله استپ دیگری شدیم. مردم همون گذشته گفتن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، نواندیشان دینی رو به خصوص ما همچنان داریم تلاش میکنیم که دستشون رو کنیم، چون دستشون در دست اصلاح طلب است. یعنی نواندیش دینی یعنی اصلاح طلب، اصلاح طلب یعنی نواندیش دینی. و در کنارش هم خب اصولگرا دعواهای زرگری میکنن اینا با هم. ببین افشین عزیزم، من میگم با عنوان مبارز و برانداز دو تا کار باید بکنیم. یکی این که پوست روانی ما باید بسیار ضخیم باشه. نباید لطیف باشیم، بلرزیم، بترسیم یا ناراحت بشیم یا به تیریژ قوامون بر بخوره و بریم. اینو دقیقا همینه. دقیقا دشمن همینو میخواد که به هر دلیل ناک‌آوت بشه. اینکه این تریبون خطرناک بخونست. تو پرانتز بگم همین سه چهار روز پیش امیر وظیفه شناس که از اصلاح طلبانه و خیلی هم فعاله از کلاب‌داراست گفت 50 میلیون دارن کلاب هاوس رو میبینن. حالا من اینجوری نگاش میکنم، 50 میلیون فقط تو کلاب هاوس نیستم، از طریق واتساپ، تلگرام، یوتیوب، از جاهای مختلف کلاب هاوس رو میشنوم و شیر میشم. اینجوری میتونه آدم اقرار نبینه. و در کار دوم اینه که ما باید حداقل یه پله دو پله از اتاق فکر اصلاح طلب و اصولگراها جلوتر باشیم. یعنی قبل از اینکه اینا تو اتاق فکرشون و حرفاشون رو میزنن، نقشاشون رو به هم دیگه میدن که تو اون کلاب چه تایتل رو بکن، تو اینجا چیکار کن، کجا دعوای زنگری کنیم، همه اینا دیگه بعد از 44 سال شناخت آخوند، 1400 سال تاریخ، 44 سال، من فکر میکنم تحلیلگران سیاسی دیگه الان باید خیلی خبر شده باشن در این مورد و وظیفه اساسیشونه که مردم آشکار خیلی شفاف و به دور از ترس آگاه کنن. پس این دو کار به نظر من خیلی مهمه. همین دلیل من الان بیشتر میرم ریپلی، چون ریپلی هم وقتی که شما میرید تکرار اتاق رو بشنوی میتونی خودتو هاید کنی، یه علامت داره که میخوای اسمت باشه یا نباشه. از اون طرف هم یوتیوب هم که هستش، هم مستقیم میتونی شما گوش کنی. هم چرا این کار رو میکنم؟ اینکه دیگه ارزش نداره ما تو اتاقای اینا بود، اصلا دیگه ارزش نداره. در گذشته بعضی وقتا تا دوزه نصف شب تو میکشه، الان فقط ممکنه یکی دو تا اتاق، اونم شرایط بسیار حساس باشه که من مجبور باشم وایسم یا مهمان اتاق هستم مجبورم باشم. به همین دلیل الان ما باید به مرحله دیگه باشیم. این مرحله مهمی اطلاعات این اطلاعات خیلی مهمی بود که گفتین. من خودم چون تجربه کمی دارم نسبت به بقیه، شاید در این چند سال اگر حساب بکنم شاید 20 بار اومدم اونجا شرکت کردم و بعدم وقتی که آدم وارد میشه آلوده میشه، وقتی که مخصوصا آدمو بیارن بالا بخواد صحبت بکنه سبزم بدن بله دفاع باید بکنیم و از اون نکاتی که داری و بعد رفت و برگشت میشه که خیلی دیگه چیزه. من حالا دوست دارم که در یکی از این برنامه ها راجب همین موضوع همراه با اگر که پیشنهاد بکنی یک یا دو نفر دیگه در راجب همین موضوع بخوایم صحبت بکنیم و اونو گسترشش بدیم به دیگران که بدونن که نظرات شما چی هست. ولی قبل اینو من به شما بعدا هم چیز میکنم، هماهنگ میکنم که بتونیم که این کار رو در یکی از این برنامه ها با نظارت خودتون این کار رو انجام بدیم. ولی میخواستم برم به برنامه‌مون برای ادامه برنامه‌مون. امسال یعنی چند روز دیگه سومین سالگرد انداختن هواپیمای PS752 هست و روز یک شنبه
از بله این یک آگاهی که برای تمام دنیا تهیه شده و این سومین سالگرد انداختن ناجوانمردانه این هواپیمای پرواز 752 هست. در اون زیر اگر دو مرتبه نشون بدیم، این اگر برای کشور خودتون یا محل خودتون میتونین اینو در گوگل یا جای سرچ بکنین و بعد اونجا به شما راهنمایی میکنه که کدوم کشور رو میخواین ببینین و بعد اونجا ساعت و محلش رو برای شما مشخص میکنه. این روز یک شنبه در 1 تا 3 بعد از ظهر اون محلی که شما زندگی میکنین خواهد بود و دوست گرامی آقای حامد اسماعیلیون اشاره کردن که با رفتن به این به مزار جانباختگان، کسانی که در این مدت به خصوص در این حدود 90 روز 80 روزی که این انقلاب شروع شده، با رفتن به مزار این جانباختگان عزیزانمون و بردن یک شاخه گل بر مزار اونها، این کارو به یک صورتی که یادآوری باشه. البته میشه 8 ژانویه و به فارسیش هم میشه فکر میکنم میشه 17 دی ماه میشه، اگر که کسانی که در با تاریخ خارجی آشنایی ندارن. بنابراین این در همین رابطه در مصاحباتی که آقای حامد اسماعیلون اشاره کردن اخیراً، پرونده رو با کمک 4 کشور یعنی کانادا، اوکراین، سوئد و انگلیس به دادگاه بین‌المللی لاهه فرستادن و در این باره 6 ماه دادگاه به جمهوری اسلامی وقت میده که بتونه پاسخگو باشه که بیان به دادگاه. ولی به گفته آقای اسماعیلیون تصور نمیشه که اونا بتونن بیان، چون انقدر علیهشون مطالب هست که امکان نداره بخوان بیان. در هر صورت من خواستم که این مطالب رو بگم. از شما هم خواهش بکنم اگر نکته ای رو دارین در این مورد اضافه بکنید. بله، ما هم 8 مارچ دقیقا با همین پوستر از ماربر آرت ساعت 12 شروع میکنیم تا به این چاپل اسکوئر برسیم. یه راه پیمایی داریم از ماربر آرت از ساعت 12 شروع میشه. قابل توجه عزیزانی که اگر که دارن برنامه ما رو میشنون در بریتانیا زندگی میکنن، چون فقط برای لندن این برنامه ارگنایز نشده، برای چند تا شهرهای مهم مثل منچستر، مثل لیورپول لیست هستش اونجا، اگه برید توی پیجای من میتونید ببینید. حتما به دوستاتون و اقوامتون اگر در انگلستان زندگی میکنن، حتما این وظیفه ما سربازان کوچکه، این حداقل کاریه که به خاطر مردم داخل کشورمون باید انجام بدیم و هرچی ما تعدادمون بیشتر باشه و هرچی قدرتمون رو از خارج از کشور، چه با تظاهراتمون و چه با کارهای بزرگی که یعنی فشارهایی که به دولت‌ها میاریم، دلگرمی میشه برای مردم داخل کشورمون و حرکت‌های میدانی داخل کشورمون رو ما خیلی قدرتش رو بیشتر می‌کنیم. لطف کنید به همه عزیزانتون که در بریتانیا زندگی می‌کنن، فوروارد کنید، پست کنید، حتما استوری کنید، هر کاری که می‌تونید انجام بدید و حضور خودتون هم در هر شهر، در بسیاری از شهرها هستش هست اینجا. این راهپیمایی رو در ادامه برلین ما تاریخی شد و به خاطر حرمت عزیزان ما در این هواپیمای اوکراین، این فقط مسئله هواپیمای اوکراین نیستش دیگه، این به خاطر سومین سالگرده، ولی در کنارش انقلاب مهسا امینی، انقلاب ژیناست. فراموش هم نکنیم ژینا دختر ایرانه، دختر کردستان، ولی دختر ایران و کردستانه. اینقدر محدودش بعضی شروع کردن محدود کردن این قضیه که اگه فرصت بود در مورد صحبت می‌کردن، همونقدر که شیرزن مادر خودش فریاد زد تو جینا دختر ایرانه، هیچ ایرانه. همین جهت فراموش نکنیم این هر دو این تظاهرات برای انقلاب ما و هواپیمای اوکراین و
برای دکتر حرمت بخشیدن به حامد اسماعیلیون و کل خانواده هایی که از دست دادیم و 44 سال هزینه والا و بالایی که از دست دادیم، اونهایی که از دست رفته، عزیزانی که در زندان هستن، فراموش نکنیم. اینا تمامش به خاطر این انقلاب نوین بزرگی که خوشبختانه رخ داده و با این روش هاست که ما میتونیم 2023 رو بگیم سال پیروز است. دکتر بابک فرمودین که 8 ژانویه نه مارچ، چون من شنیدم مارچ فرمودی. من دلیل این که 8 مارچ من دعوت شدم برم هامبورگ برای سخنرانی و روز زن. بله بسیار عالی. بله میریم به قسمت دیگه ای راجع به گفتار امروزمون که موضوعی هست که یک دو روز گذشته بسیار سر و صدا کرده. سازمانی هست به نام سازمان شارلی ابدو که در پاریس هست و کارشون کاریکاتوریست هستن و در این مورد خیلی هم بیرحمانه کار میکنن. یعنی وقتی که به عنوان مثال میگم خود رئیس جمهور فرانسه رو میگیرند قطعش میکنن یا ملکه انگلیس رو میان نقد میکنن با انجام کاریکاتور، کشیدن کاریکاتور. در 7 سال پیش یک کاریکاتوری کشیدن و در اون کاریکاتور پیغمبر اسلام رو در اونجا نقشش رو مشخص کردن و از سرش به عنوان مثال مارهای مختلف میومد و چیزهای خیلی ناهنجار در حقیقت، و این باعث شد که مسلمانان دنیا مخصوصا در پاکستان خیلی جاها رو رفتن آتش زدن، بعضی از سفیرها رو خواستن و غیره. در این حمله که کردن در دفتر شالی ابدو 12 نفر رو کشتن و 11 نفر زخمی شدن و جمهوری فرانسه هیچ کوتاه نیامد. گفت ما یه قانون اساسی داریم و قانون اساسی ما آزادی بیان هست. این با آزادی بیان رو هر کسی میتونه هر چی که بخواد انجام بده. ما نمیتونیم بهشون بگیم چی کار بکنین چی کار نکنین. این در حقیقت اگر بخواد دولت بهشون بگه که این کار رو بکن یا این کار رو نکن، در حقیقت اون وقت ممکنه که دولت از ساقط بشه. حالا من برم این توضیح کوچیکی که دادم میخوام بگم که یک کامپتیشن، یه رقابتی رو ایجاد کردن برای امسال و 300 تا کاریکاتوریست کارهای خودشون رو فرستادن به چارلی ابدو. موضوع ایران بود و از این 300 تا کاریکاتور 35 تاشو انتخاب کردن که شما تعدادشون رو اینجا میبینید. حالا این قسمتی که الان ملاحظه میکنین یک خانومی هست، اینو خب البته ما بریده شده ولی خب اون قسمت پایینشو نشون داده نمیشه در این عکس، در عکس اصلیش نشون میده و بعد به فرانسه میگه که از همون جایی که اومدی برو همون جایی که از همون جایی که اومدی برو همونجا. بنابراین این و میبینین که یک در اون وسط یک کودکی زیر ریش خامنه ای آتشی روشن کرده که در حقیقت اونو داره آتش میزنه و دیگه چیزهای دیگه که در اینجا ملاحظه میکنیم. این باعث شده که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه بیاد و سفیر فرانسه رو بخواد و بهش بگه که این کار درست نیست و توهین کردین و در حقیقت یک کاری کرده که بخواد بگه که تقدیس بکنن و اینو به صورت خامنه ای رو به حد بالای ممکنه برسونن و اونا هم گفتن ما کار نمیتونیم بکنیم، این سیستم ماست و هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. و در ضمن مرکز مطالعات ایران شناسی و تمدن فرهنگ ایران رو که یک دفتر در تهران داده اونو بستن به خاطر تلافی این موضوع. حالا این خواستم که این موضوع رو بگم و الان در حقیقت یک مقدار بین جمهوری اسلامی و فرانسه و کشورهای اروپایی بسیار اعتراض کردن به جمهوری اسلامی
که شما حق ندارین به یک کشوری که آزاد هست دستور بدین که چه بنویسن چه ننویسن. اونا فکر میکنن کیهان شریعت مداریه که هر کاری بخوام بکن میکنن. دکتر بابک گویانه با شما، شما مطالبی مطمئنم مطالبی دارین که تکمیل بکنه گفته ای منو. ممنونم. اولا که میدونیم که سالی هم توکی بود 2015 یک همچین فاجعه ای به وجود اومد، 12 نفر رو کشتن. اینا فراموش نکنیم تو پرانتز که جمهوری اسلامی مادر تروریسم. من تو سخنرانی که 2 هفته پیش جلوی نخست وزیری انگلستان در تظاهرات داشتم، در این مورد هم تو سخنرانی هم صحبت کردم. و اگر واقعا جمهوری اسلامی بره خاورمیانه و کل کشورها تغییر پیدا و اون حرکت پشتاری که تروریست ها انجام دادن به نظر من خود ایران هم در این بخش بود، مثلا سهیم بود در این ترور و در این جنایت سهیم بود. من یه سمینار در لندن گذاشتم و تو اون سمینار در مورد داعش، در مورد اسلام صحبت کردم و همچنین یادمه که فریاد می زدم روی استیج که I'm turning up to بعد من فرخونده افغانستانی ما و همه عزیزانی که به خاطر این اسلام متاسفانه ترور شدن و می دونیم که فرخونده رو چجوری کشتن در افغانستان. و خیلی خوشحالم که سازمان Turning up to یک همچین حرکتی رو پذیرفت و آخوند برو رو گذاشت. آخوند گم شد فکر کنم. نه آخوند گم شد. آخوند گم شد. اسمش از آخوند گم شد. و ما از بچه های خودمون خیلی زیاد، از بچه های ایرانی هم خیلی الان توی این مؤسسه خیلی دارن کار میکنن. متاسفانه آقای امیر عبداللهی و همون اندازه که انگلیسیش خوبه مغزش هم خوبه و چون دنیا رو خیلی اینا بسته میبینن، اینا متاسفانه فکر میکنن که کشورهای دیگر هم مثل کشور جمهوری یا حکومت اسلامیشون همه چی تحت کنترل حکومته و اصلا نمیدونن آزادی بیان چیست و آزادی حقوق بشر چیست. شارلی ابدو در آن زمان محمدشون کشید. وای به حال خامنه ای. حال خامنه ای کیست که سبزی پلو ماهی براش درست میکنن بچه های دهه 80 تابو رو شکستن. حالا آقای امیر عبداللهی اومدی تهدید میکنی. واقعا شما نگاه کنید نهایت بیسوادی، نهایت بیخردی و بیشعوری رو اینا تا کجاها باید از خودشون ثابت کنن که هیچ سواد و هیچ اطلاعاتی حتی در مورد کشورهای دموکراسی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه دین اسم مبین محمدیشون نه دموکراسی میفهمه و نه سکولاریسم میفهمه. اینا فقط امت، محمد فقط امت میشناسه، دنیای امت. خمینی امت پروری کرد، خامنه ای هم میخواد امت پروری کنه در این 30 سالش. به همین دلیل مفتزهانه واقعا، یعنی هر چی ما داریم جلوتر میریم اینا خودشون رو بیشتر جوک میکنن و خودشون رو بیشتر مفتزهتر میکنن در مقابل جامعه بین‌المللی خوشبختانه. و این تهدیدهای بی‌معنی و بی‌موردی که این آقا کرده، خودش رو کسی که نبود واقعا خودش رو خارتر خارتر کرد، دقیقا در کنار انگلیسی صحبت کردنش گذاشت با این تهدیدی که انجام داد. شارلی ابدو عزیز همه ای ما انسانهایی که حقوق بشر رو میشناسیم، دموکراسی رو میشناسیم و برای فردای ایرانی دموکراتیک و نه فقط سکولار بلکه لائیسیته داریم تلاش میکنیم و جونمون رو براش گذاشتیم. چقدر ما تهدید میشیم، من که محدودم هستم و ولی هر چی بیشتر ما رو تهدید کنن، هر چی بیشتر تلاش بکنن که ما رو کم رنگ کنن، ما باید قوی‌تر و پررنگ‌تر بشیم. فقط اینا خودشون نظر کردن. و یکی از دیوایی این یادتون نره، یکی از همون کاریکاتورها حمام پراکنی که اون پایین دست چپ معنا دارم می‌بینم، اینو یکی از در سازمان ملل یکی از نمایندگان زن سازمان ملل روی کتش گذاشته. آه بله دیدم، بله اینا، بله نوبیه، بله درست میگه آسیبی بله این رو کتش بله اون بله اون بله. بالا اگه برین اون عکس خانومه رو میبینین، بله جانم.
بله، اون عکس پای خانم رو میبینین که ما همه کاملش نمیبینیم. حالا اگر جناب فرزاد عکس دست آوردید بالا، عکس قرمز، زمینه قرمز و عمامه پرانه، یه خانم عمامه بله آخوند دارد داره پرانه. همین عکس. بله من اینو دیدم، یک خانومی فکر میکنم از اتحادیه اروپا بود اگر اشتباه نکنم، یا اینکه شما درست میگین مال سازمان ملل بود، دقیقا نمیدونم. ولی در عکس دست چپ که حالا بریم برعکس بریم جناب فرزاد، بله این همینجا نگه دارین، اون خانومی که با پاشنه بلند عکسش هست، عکس واقعیش یعنی عکس کاملش نشون میده که خانوم هست که دو پاش زیر دامن این خانم و یک کاری داره میکنه رو سر آقای خامنه ای. بنابراین اون خیلی ظاهرا ناراحت کرده بود جمهوری اسلامی رو. خیلی دوست دارم این مرلی مورو، خیلی دوست دارم. بله در صورت بریم به صحبت چیز فرمودین راجعه. بذاریم من اینو بگم. ببینید این یک بزرگترین انسانسی که در دنیای غرب به وجود آمد، مسئله ترنس فلسفه شروع کردن، خب یکی شیش ما دیدیم که چی کار کرد و با ترنس تابوها رو شکستن، تابوی جیزز و تابوی موزز رو شکستن. حتی در فیلم ما چقدر میبینیم موزز و جیزز چقدر اینا مسخره میشن، استنداپ کمدین ها اکثرشون یهودی هستن در آمریکا. این تابو شکنی در هر ایدئولوژی، در هر دیکتاتوری، در هر عقیده و باوری یکی از بزرگترین اساس برای آزادی بیان. منتها چون مسلمان اصلا نمیفهمه اسلام، اسلام اصلا نمیفهمه طنز چیه، برای هر چیزی یقش رو باید پاره کنه، نمیفهمه که طنز چقدر مهمه. اینجاست که اینا گیر دارن، این گیر بزرگ. به اضافه اینه که اینا تابو رو نمیخوان بشکنن. محمد نباید این چنین شکسته بشه، چون باید با روب و وحشت محمد و شمشیر محمد اینا بکشن. و اگر با طنز این تابو شکسته بشه، دیگه اون شمشیره پلاستیکش هم دیگه تو دست محمدشون نیست، دیگه کارساز نیست. به خاطر این ما هرچی بیشتر سعی کنیم طنز رو بیشتر بکنیم، هرچی بیشتر سعی کنیم تابوها رو بشکنیم. یکی از کارهای من در تمام کار حرفه این تابو شکستنه، تابو شکستنه دیکتاتوری فرهنگی و ادیان و عقیده. این واژه‌ای که گفتین کاملا مهمه، خیلی مهمه دکتر بابک. تابو شکنی بسیار بسیار مهمه. حالا من شما در قسمت صحبت اول صحبتتون گفتین اگر جمهوری اسلامی بره منطقه واقعا به آرامش میرسه و این یک واقعیتی هست واقعا، و چقدر برای مردم ما، کشور ما چقدر عالی خواهد بود. و راجع به امیر عبداللهیان صحبت کردین، یک ویدیو بود من فراموش کردم جزو این بعدم بذارم چون نمیخواستم راجبش صحبت بکنم، و اون این بود که آقای امیر عبداللهیان در یک کنفرانس مطبوعاتی داره صحبت میکنه، این موضوع مال هفته ده روز گذشته است، در این صحبت میگه که یک نفر هم در ایران توسط گلوله یا چیز دیگه کشته نشده. تصورش بکنین، وزیر خارجه جلوی تمام دنیا، هم میدونن، تمام اون کسایی که اونجا نشستن هم خبرنگارا میدونن هم، و بعد من میخوام با خودم میگم چطور ممکنه که دولت های خارج بخوان با یک همچین حکومتی بخوان بشینن قرارداد امضا بکنن، اصلا نمیشه. و بعدم یک نکته دیگه بعد میام خدمتتون، بعد روی یکی از این دیوارهایی که دیوار نویسیایی که چند روز پیش من دیدم که خیلی هم اتفاقا من گذاشتم توی تویترم خیلی استقبال شده بود، نوشته بود که هیتلر رفت خامنه ای چه خریه. حالا بله بنابراین حالا این اون تابو شکنی که شما اشاره کردین واقعا موضوع بسیار بسیار مهمیه. اگر مطلبی داریم بفهمید، وگرنه میریم برای یک صحبت مهم امروزی که میخوام راجع بهش صحبت داشته بشه. فقط یه جمله کوتاه، من تو هر برنامه تو هر تو رفتم با چند تا عزیزمون رفتیم، چند تا از نماینده ها رو دیدیم، نماینده پارلمان رو دیدیم،
حالا داریم تلاش میکنیم، یه نامه خوب داریم میفرستیم برای وزیر امور خارجه انگلستان. این خیلی مهمه که اونو باید حضوری ببینیم. من کاری که میکنم در هر گوجه، هر کجا، در هر روم های اتاق، هر جا، اولین صحبتم اینه من یک ATS، من یک کافر ملحد محارب خدا نشناس ATS. یک زن اینجوری میگه، یک زنی که همیشه تحت تهدید بوده، یک زنی که کارش روانکاوی و روانشناسیه، با شجاعت میگه من یک ATS، من یک خدا ناباورم. چرا این کار میکنم؟ به خاطر اینکه این تابو وقتی که از طرف زن سال هاست این کارو میکنم، از طرف زن شکسته میشه، کمر ادیان ابراهیمی میشکنه، کمر اسلام میشکنه. چون یک زنی که همیشه باید در پستوها پنهان باشه، حال به عنوان یک ATS داره صحبت میکنه، به عنوان فردی که روانکاو و روانشناس هم هست و روانکاوی و روانشناسی در دیدگاه مذهبی، عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هم نید. بله دکتر بابک، موضوع مهم امروز که میخواستم با شما صحبت بکنم و نظراتونو داشته باشم، قبل از پایان سال 2022 یعنی سال مسیحی که گذشته، امروز 5 روز ازش میگذره، یک بیانیه آمد بیرون که 5 نفر یا اگر اشتباه نکنم 6 نفر، اگر اتاق جناب فرزاد عکسی دارن ببینن که بینندگان ما هم ازش استفاده بکنن، و در این بیانیه این 5-6 نفر در یک، یعنی یک تکست، یک نوشته یکسان گفتن که ما با همدیگه هستیم و در حقیقت سال 2023 رو تبریک گفتن. این باعث شد که بسیاری از هموطنان ما خوشحال بشن از این موضوع، که این موضوع آمده بیرون و یک اتحاد داره تشکیل میشه. و بعد فقط من یک در یک قسمت حاشیه مطلبی رو بگم میام خدمتتون. چند نفر از کسانی که قرار بوده که جزو همین لیست باشن، به علت اینکه تاریخش میخواستن قبل ساعت 12 به وقت ایران باشه که یک ساعت تاریخی در حقیقت باشه، یه دی از این لیست افتادن. به عنوان مثال میگم آقای مهتدی که جزء صحبتهایی که اخیرا کرده بود گفت بود دست من خیلی دیر رسید، یا خانم شیرین عبادی، یا کسانی دیگه ای که ما راجبش چون نمیدونیم راجبش صحبت نمی کنیم. ولی این باعث شد که بسیاری خوشحال بشن و بسیاری گیج ویج خوردن که گفتن چطور ممکنه یک هماهنگی با 5-6 نفر انجام بشه. و در هر صورت خیلی صحبت و حرف و سخن شد و میخوام ما الان فرصتی که داریم، نمیدونم الان چقدر فرصت حدود فکر میکنم 15-20 دقیقه فرصت داشته باشیم، 16 دقیقه داریم، میخوام اینو بشکافیم. اگرم فرصتی دیگه بود مطالبی دیگه هم داریم مطرح بکنیم، ولی میخوام راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، چون خیلی آمدن و تفرق انگیز بودن حرفایی که زدن، در حالی که این صحبت همون چیزیست که همه ما سالهاست راجبش داریم صحبت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم که نظر شما چیه، چون میدونم که توی چیز کلاب هاوس خیلی راجبش شما صحبت کردی، اینطور شنیدم، نمیدونم. بله، این مسئله خیلی مهمه. من فکر می‌کنم همه آخر برنامه رو بذاریم در این مورد اگر که فرصت باشه. ببینید، پیمان نوین اومد، کنفرانس گذاشت شاهزاده رضا پهلوی و از سخنگوی یک زن، سخنگوی کومله اومد صحبت کرد، شاهین نجفی، مسیح علی‌نژاد، خیلی یک دستگل‌هایی بود که تو این کنفرانس چقدر حمله شد، وحشتناک هم بود. از این طرف حالا یک همچین اتفاق بود. این بسیار برای من شخصا بسیار میمون و مبارک بود. خیلی خیلی خوشحال شدم. اولا من به عنوان هم ائتلاف، ببین ائتلاف، کسانی ائتلاف میکنن، معمولا احزاب ائتلاف میکنن، کسانی که اختلاف دارن بین همدیگه اما در مورد یک صورت مسئله مهم به هم ائتلاف. این یعنی ائتلاف.
اما این حرکت با کمبودها و کاستی هایی که داشته، یکی از ایراداش این بود که چرا زن زندگی آزادی توش نبوده، ولی یک حرکت بسیار مهم از این شخصیت ها. شخصیت هایی که در جامعه ما هر کدومشون میلیون میلیون فالوور دارن و هوادار دارن و خواسته دارن و دوستشون دارن، و شخصیت های بین المللی مثل شاهزاده رضا پهلوی و مثل خود گلشیفته به عنوان یک هنرمند، نازنین به عنوان یک هنرمند، و سیال نژاد واقعا به اندازه 5 تا هز سالا کار کرده، 4 تا استخون، علی کریمی، خود شاهزاده رضا پهلوی، اینا شخصیت هایی هستن که در داخل کشور و خارج از کشور، حامد اسماعیلیون در خارج از کشور، اینا محبوب هستن. هز نیستن. گود. چرا میگم گود؟ جای تاسف ها البته. من تو برلینم که اون جلو داشتم لایف اینستاگرام داشتم راه میرفتم و همه بچه ها پشت من بودن، واقعا با تمام وجودم گفتم سالها رفتید، بعضی از شما احزاب سالها رفتید، فاندم گرفتید، هیچ غلطی نکردید، اما مردم با پلاکاردهای خودشون، با چسب خودشون، با کاغذ و مقوای خودشون، ببین چه پلاکاردهایی درست کردن، همه در کنار هم با هزینه های بسیار سنگین بلند شدن اومدن در این فراخان. الان وقت این هست برای که بعضی از احزاب رفوزه شدن، بعضی هاشون هم تجدیدی آورد. آیا الان زمان اون نرسیده که با تمام تجارب گذشته من 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 منیت منیت منیتشون و خودشیفتگیشون که حزب من حزب تو نباشه و زیر پای هم دیگر خالی کنه و دشمن شادی کنه از این قضیه، و دشمن چقدر نفوذی فرستاده؟ افشین عزیزم، این احزاب ما، شخصیت‌های سیاسی ما، بعضی هاشون نه همش، هنوز نمیدونن اتاق فکر جمهوری اسلامی و نفوذی ها با چه ماسک های حرفه‌ای هالیوودی میان و بالیوودی میان وسط. یعنی هنرپیشه های خیلی خوب که خیلی هم تندتر، خیلی هم شیش آتیشه تر هستن، و اینا باعث تخریب میشن خیلی راه. من میگم یا بیشعورن و متعصب و یا نفوذی هستن دیگه، چیز دیگه که ما نداریم، غیر از این که نداریم یه دلسوز واقعی برای ملت ما، کشور ما که این همه هزینه و خون داده، 20,000 نفر هم تو زندان ها هستن، هنوز نباید به این مرحله برسه که با صورت مسئله مون یه چیز دیگه است. الان سر این مسئله دارم، شما نمیدونین هنوز به محض اینکه این توییتر اومد بالا، مثل برق رفتن اتاق زد، از جمهوری اسلامیش گرفته، از نفوذیش گرفته و از متعصبینشون گرفته، متعصبین اتنیکش گرفته. من همیشه اتنیک ها رو حمایت کردم، بخش اینجا، چون من اعتقادی به ژن ندارم، اعتقاد من علمی نگاه میکنم به قضیه. اینقدر به ما تجاوز کردن که من شما الان بریم دی ان ای مون رو الان بدیم هممون آزمایش، اصلا کلمون سود میکشه که ژنای ما از کجاها اومده، از کدوم کشورها اومده. اما خیلی زیباست زبانهای زیبای متفاوت، فرهنگهای زیبای متفاوت و نقض حقوق بشری که برای همه افتاده شده، خصوص برای بعضی از ملیت میخوایم بگیم، اتنیک میخوایم بگیم. تو پرانتز بگم، ببین افشین عزیزم، خستم از پارسللهی، کردللهی، بلوچللهی، توکللهی، خستم از جمهوری اللهی و شاه اللهی و مجاهد اللهی و هرچی اللهی. خستم اگر روزی ATS بشه، ATS اللهی، اولی کسی هستم که جلوش بای نیست. از این تعصبات مردم ایران خستن. بس دیگه. هنوز نفس نیومده. تا این توییتر اومد شما نمیدونین رفتن تو اتاقا. شخصیت هایی که خودشون رو سیاسی میدونن، سیاسی از این ملیت ها میدونن، هستش. تو یوتیوب هست، ریپلیشن هم هست. بریم ببینید در تمام این مدت ها که همیشه مسخره کرد اسمش شاهزاده، وقتی میگی شاهزاده کهیر میزن، وقتی میگی کرد کهیر میزن، میگی فارس کهیر میزن، بابا ول کنیم هم دیگه رو، دست از سر هم دیگه برداریم. اسمش گذاشته بودن منتظر السلطنه، یعنی شاهزاده منتظر السلطنه. این همه داره میگه من اصلا نمیخوام، میگن دروغ میگه. بعد هی میرن سراغ گذشته. بابا یه شخصیتی من نمیگم که خیلی هم خودش رو قبول داره، بسیارم تحصیل کرده از خارج از کشور،
گفت باید فقط جمهوری اسلامی رو ما محاکمه نمی کنیم بعد از آزادی، ما این شازده منتظر السلطنه شونم باید به خاطر باباش و بابا بزرگش به دادگاه بکشونیم. آخه توی تحصیل کرده خارج کجا پسر رو به خاطر پدر محاکمه میکنن مگر اینکه خودش قتل و غارت کرده باشه؟ یعنی صحبت هایی با خشونت عشان کلمه جدایی را می آوردن، یعنی تجزیه. آیا این طرز صحبت کردن، این تهدید کردن، این همه بر علیه فارس صحبت کردن؟ من بارها گفتم افشین جان، از زمانی که اسلام حمله کرد، 200 سال اولی که دیدیم چه بلایی، اگه ما فردوسی و حافظ و رازی و اینا رو نداشتیم الان ما زبانمون، اگه الان به جمهوری اسلامی مجال داده بودی الان زبان عربی کرده بود. قبلش اگه ما عربی مثل کشورهای عربی دیگه خوارزمشاهی ها، سلجوقیان، مغول، قاجار، خود رضا شاه خودش ترک بود، خانم فرای پهلوی ایشون ترکه. یعنی حالا کرد بگه یه چیزی، فارس بگه، بلوچ، ترک ها خیلی خیلی شلوغ میکنن. از ایران دائما با من تماس میگیرن، مردم اعتماد دارن، برای که من دوزه بازی نمی کنم. من از هیچ کس با هیچ کس مماشاتی ندارم، حرف تضاد هم ندارم، هیچ وقت صحبت هم. اگرم اشتباه کنم شجاعانه عذرخواهی میکنم، با من در تماس میگیرن، میگن والا ما کردها تو ایران اینجوری نیستیم، والا ما بلوچ ها اینجوری نیستیم، والا ما ترک ها اینجوری نیستیم. اما اینایی که خارج نشستن رهبری میکنن و به این همبستگی زیبایی که مردم داخل کشور و خارج کشور خودشون با خودشون درست کردن، از کردستان تا تهران، از بلوچستان تا تهران، از مشهد تا کردستان، چشم و چراغ ملتی، اینو مردم درست کردن، این درایت رو مردم پیدا کردن، این درایت رو مردم متوجه شدن که جمهوری اسلامی دائما بر علیه قومیت ها و ملیت ها صحبت کرد، دائما حرف تجزیه رو انداخت وسط، دائما ما رو از هم جدا کرد و کردای عزیز ما که این همه خون دادن، چقدر سیاه چهره کرده بود برای نسل های بعدی. نسل دهه 80 و گور بابای همه شما بیشرف ها، ما با همین، من و تو و کرد و ترک و فارس و بلوچ و همه در کنار همین، ما دیگه این بازی ها رو نمی خریم. اونا اینجوری میگن دهه 80 و بعد این ولی ها که سنشون هم میشه مادر پدر بعضی هاشون، مادر پدر حتی اینا، بعد اینجوری صحبت کنن، اینقدر سریع بیان که جمهوری اسلامی هم دقیقا توشون نفوذی داره و جمهوری اسلامی هم خودش به اندازه کافی بلد اتاق بزنه و توی میدیا صحبت کنه، شما بیان همچنان بزنید. هنوز هیچی، به قول یه نفر میگفت هنوز خرسه رو نکشتن، پوستشو دارن میپوشن. بابا این چه طرز صحبت کرد؟ توی سیاسی که نباید با تحقیص صحبت کنی. اگر کسی بگه بلوچستان، کردستان، خوزستان مظلوم نبوده و بدترین رفتارها تاریخی و در عرض این 44 سال بر علیهشون نبوده، اگر یه کتمان بکنه بی شرفه، شرف نداره. ما که خیلی ما میدونیم، وقتی منم همیشه تو صحبتها میگم اولین کاری که فردای ایران باید بکنه اینه که بالاترین هزینه ها رو باید بذاریم برای بخشای محروم ایران بانوی ما، و در کنارش هم عدم تمرکزگرایی رو بیاموزیم، یاد بدیم. هم عدم تمرکزگرایی مهمه، تمرکزگرایی بود که این همه دنیا کشورهای مختلف این همه خسارت دید، ولی وقتی عدم تمرکزگرایی رو یاد بگیریم به جای تجزیه طلبی و حتی کلمه فدرال اینا حساسیت دارن، برای من عدم تمرکزگرایی همونه. هر استانی برای خودش بتونه هزینه خودش رو داشته باشه، بتونه استانها به هم دیگه حمایت کنن. ببینیم الان در بریتانیا هستم، به نظر من اسکاتلند به نظر من خیلی سیستم پلیسی، سیستم خیلی بهتر از انگلستان. 4 سال 5 سال پیشم خود کامرون انگلیسیه گفت میتونیم رفراندوم بذاریم، رفراندوم گذاشتن که بفر اسکاتلند بخواد عوض بشه. 400 تا بالای 400 ساله که اینا اتحاد دارن با هم دیگه و یه پرچم هست، پرچم اسکاتلند هست، پرچم ولش هست، زبانشون هم هست،
یه زبان انگلیسی هم همه درک بزن و خودش رای نیومد. ما داریم سوئیس رو داریم، سوئیس رو داریم که 26 تا ایالت داره، سوئیس انقدی. ولی ما باید ایژوکیشن به هم دیگه بدیم، دانش به هم دیگه بدیم، یاد بدیم به هم دیگه که انقدر شمشه بر علیه هم دیگه. ببینیم فدرالیسم یعنی چی، ببینیم عدم تمرکزگرایی یعنی چی، ببینیم همدلی و همگرایی یعنی چی. ما این فرهنگ همگرایی رو نذاشتیم این بلا سرمون اومد 1400 سال. دکتر بابک جملتون رو تموم بکنید، من بسن میخواستم. من میخواستم که یک موضوع کوچیک دیگه هم بود میخواستم اونم مطرح بکنم، ولی اگر بخوام یه جنبندی برای این کار بکنم دکتر بابک، میخوام به هموطنانم بگم که صحبت این 5-6 نفر نیستن، شاید 200-300 نفر میگم خواهند بود، احتمالا شاید هم بیشتر شاید هم کمتر، و قرار هست که این برنامه ادامه پیدا بکنه و امیدوارانه این که تا آخر ژانویه به یک نتیجه بهتری رسیده بشه. بنابراین من به هموطنانم میگم که چه اونایی که مخالفن چه اونایی که موافق هستن، صبر بکنیم ببینیم که به کجا میرسه. بنابراین پیش داوری نکنید. این یک به اصطلاح پیش گفتاری بود که این پیش گفتار به نظر من یک کمی زود هنگام بود، وقتشو یعنی اومدن که با وقت 2000 تغییر سال درست بکنن، که به نظر من این کار میتونست یک روز یا دو روز هم عقب بیفته، یک تعداد بیشتری رو بدن و بعد یک برنامه خلاصه بگن که چه کار میخوام بکنن. از این بگذاریم، میخوام یک موضوع دیگر رو خدمتت بگم راجب حجابی که دیروز آقای خامنه ای راجبش صحبت کرده. یک کلیپ هست اینو ببینیم. من از شما خواهش میکنم به من کمک کنیم در این دو سه دقیقه بتونیم به یک کاری برسیم. نوشته کم حجاب ها ضد انقلاب نیستند. در صحبتش میگه که ضعیف حجاب ها دختران ما هستند. میخواستم بگم که مرد حسابی 44 ساله اینا دختران شما هستن، چطور یه دفعه یادتون افتاده؟ من اصلا داشتم دیوانه میشدم. و بعدم این دو مرتبه این اگه این کلیپ رو نوشته کم حجاب ها ضد انقلاب نیستن، اینا ضد جمهوری اسلامی هستن، اینا ضد انقلاب، انقلاب ما الان دارن هموطن ما دارن انجام میدن. بنابراین به نظر میرسه جناب دکتر بابک عزیز، این عقب نشینی یک علامتی هست برای تمام فشارهایی که از داخل داره میاد و از خارج اومده. دو دقیقه فرصت دارین، خدمت شماست. من خیلی سریع بگم که این 5-6 نفر همطور که شما گفتید به اضافه اینه که لیست هست، به اضافه اینه که اگر اسامی دیگری میمد دوباره چرا این هست چرا اون هست. جمله مسئله دیگه اینه که من با بعضی از رهبرانم صحبت کردم، اگه اون باشه من نمیام، اگه اون باشه شماها باید برید، مردم شماها که طرفدار احزاب هست، شماها باید به اون احزاب فشار بیارید که چرا میگی اگر به فرض مسیح النجات یا شاهزاده رضا پهلوی یا بلشویک باشه ما نمیایم. پس شماها دلسوز نیستید. مردم باید فشار بیارن به اون احزاب که این عداوتکارا رو همچنان دارن در به اضافه اینه که این تنزل نیست، این یه خود است. اولا که ترسیده، خامنه ای ترسیده، خامنه‌ای با همه با این کاریکاتورها و با همه سبزی پلو ماهی‌ها و همه اینا اوضاع سیستم اقتصادی و سیاسی بسیار خراب. زنشون هم که نماینده مقام زن بود و پرت کردن بیرون. به همین دلیل الان اینا بازی جدیدی که میکنن اینه که خامنه یه چیزی نرم بگه بعد یه کوچولو شل بگیرن که نسل دهه 80 بگه خب دیگه پس دیگه حجاب، در صورتی که نسل دهه 80 میدونه که اصلا مسئله فقط حجاب نیست. به همین جهت یه کوچولو از این بازی هم قبلا کردن، یه خورده کوتاه میاد یا موقعی که انتخابات بود چقدر آزادی میشد. به همین دلیل ما اصلا نباید بول این قضیه رو بکنیم. این نشان دهنده ضعف شخص خامنه ای و کل سیستم و بیت رهبری است و سپاه پاسدارانه و فهمیدن که از این طریق شاید بلکه ایشالله ماشالله یه خورده بتونه نسل جدید، چون از نسل جدید از نسل دهه 80 اینا بسیار هراسناک، دنیا داره به این نسل نگاه میکنه و حمایت میکنه. شما نگاه کنید چقدر از نماینده های پارلمان وکالت رو به عهده گرفتن، وکالت زندانیا رو به عهده گرفتن، شوخی نداره. ما هرگز همچین چیزی رو
میدل ایست هرگز یه همچین چیزی رو ندیده بکنش. و همین دلیل اینا همه بازی های خدعه اسلامی جمهوری اسلامیه و با این حرکت ها بیشتر خودشون رو مفتزه میکنن تا بتونن یه چیزی به دست بیارن. اینو مطمئن باشید. و به نظر من یک زفت هست. دکتر بابک خیلی ممنون، از سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین، دو مرتبه اومدین. صحبت هایی که قرار بود که این انجام بشه هر کدومش میتونست یک ساعت دو ساعت راجبش صحبت بکنیم، ولی برای اینکه گوشه هایی رو به هموطنانمون نشون بدیم مجبور شدیم که از هر گوشه کات بکنیم ببریم که به اون نتیجه برسیم. در هر صورت همراه با شما از بینندگان این برنامه سپاسگزارم که همیشه لطف دارن و محبت میکنن. همراه با شما، با همه بینندگان و سپاس از مهندس فرزاد، با شما نمیخوام بگم خداحافظی برای که شما از من ایراد میگیرید، میگم که بدرود تا برنامه بعدی. میتونم که شما خدا اینا رو دوست نداره، بنابراین بدرود تا برنامه بعدی. مردم به اعتقادشون، یعنی به اعتقاد احترام نمیذارن و به باورهای مردم به شرطی که با آگاهی باشه. کاملا.